خب بچه های عزیز، من پسی که الان میخوام با اتون کار بکنم در مورد انحلال پذیری هاست، تعاریفش رو بهتون گفتم، یعنی در مورد محلول ها غلظت های مولی رو که کار کردیم، راجع به پی پی ام و درصد جمعی و ترکیب اونا با استوکیومتری هم با هم دیگه کار کردیم. الان میخوام ببینم که انحلال پذیری سوالش به چه صورتی و چجوری حل میشه. خوب گوش بده، من یه پیشنهادی دارم. اگر شما فقط واقعا دارم میگم بدونی که تعریف انحلال پذیری یعنی چی، به راحتی میتونی از پس سوالش بر بیای. انحلال پذیری به شما یک نسبت تناسب خوبی رو نشون میده که میتونی بگی اگر انحلال پذیر رو تعریفش رو بگی، بیشترین مقدار ماده حل شونده در 100 گرم از حلال در دمای ثابت میتونه حل بشه. پس داریم که چقدر بیشترین مقدار ماده حل شونده به روی 100 گرم از حلال یا آب. خوب گوش بده، ما یه سری از موادی رو توی مبحثی که الان داریم بهش میگیم محلول، یه سری هاشونو میگیم کم محلول، یه سری هاشونو میگیم نامحلول. یه بار میگه یه سری از موادی رو که داریم در مبحث محلول ها در مبحث همین فصل 13 شما، یه سری هاشونو میگیم محلول. محلول چیه؟ اگر دقت کرده باشید لطفاً کتابتون رو بچه ها بیارید صفحه 104 رو لطفاً بیارید. ما گفتیم محلول ماده ایست که انحلال پذیری آنها از 1 گرم بیشتر باشه، یعنی بیشتر از 1 گرم در 100 گرم از آب حل بشه، یعنی 1 گرم 1.2 گرم و به بالا حله. این بهش میگن محلول. کم محلول چیه؟ بین 0.01 گرم الا 1 گرم، یعنی از 0.01 تا 1 گرم، بین این دوتا، بین این دوتا عدد میشه چی؟ میشه کم محلول. من توی الکل ها غالبا از 6 تا به بالا رو بهش میگم چی؟ میگم کم محلول. حالا الکل ها رو مفصل تو سال 11 میخونید. و نامحلول ها چیه؟ کلن کمتر از 0.01 گرم حل شونده تو خودش حل بکنه، بهش میگن نامحلول. نامحلول. اما گاهی اوقات یه سری از موادی رو داریم که شما بیشتر از اون مقدار ماده میتونید حل بکنی. یعنی چی؟ یعنی به هر نسبتی که دلت خواست حل میکنه تو خودش. مثل چی؟ مثل الکل توی آب، مثل استون توی آب. الکل بریز توی آب حل میشه، 1 گرم بریز حل میشه، 2 گرم، 10 گرم، 100 گرم حل میشه. الکل، استون بریز 1 گرم، 2 گرم، 3 گرم حل میشه. پس به هر نسبتی حل میشن، اما گاهی اوقات مثلا میتونیم بگیم که توی یه نقطه دیگه قطع میشه، یعنی بیشتر از اون دیگه نمیتونه حل بکنه. دوستان لطفاً با یه سری از نکاتی که دارم بهتون میگم توی کتاب قشنگ بررسی بکنید شما و نکاتم بنویسید، کامل بنویسید. الان صفحه 105 اگه دقت کردیم گفتیم چی؟ گفتیم کلسیم سولفات. کلسیم سولفات چیه؟ سیاه SO4. چیه این؟ کلسیم سولفات. کلسیم سولفات بچه ها جز مواد کم محلول به حساب میاد. نکته صفحه 105 کتابه. کم محلول. نقره کلرید HCl. کلسیم فسفات سیاسه PO42 و باریوم سولفات BiSO4. HCl نقره کلورید، رنگش هم سفیده. کلسیم فسفات سیاسه PO42، کلسیم فسفات و باریوم سولفات BaSO4. اینا همگی نامحلولن، هر کاری که بکنی تو آب حل نمیشن. دما رو ببر بالا بیار پایین هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اینا سالیدن همیشه،
رسوب میکنن همیشه. تو آب بریز رسوب میشه، تو آب بریز حل نمیشه، دما رو بر بالا حل نمیشه، هر کاری بکن. خب اما یه تعریف دیگه داریم بچه ها. در مورد چی؟ در مورد محلول ها که لفظی براش میاد تحت عنوان سیر شده، سیر نشده و یا فراسیر شده. دقت داشته باشید. محلول ها سیر شده، سیر نشده، فراسیر شده. یعنی چی؟ ببین یادت بهت گفتم انحلال پذیری چیه؟ بیشتری مقدار ماده علشان در 100 گرم حلال. اگر من دارم میگم نمک انحلال پذیری 38 گرمه، یعنی شما 38 گرم از نمک رو توی 100 گرم از حلال یا آب میتونی حل بکنی. کمتر از اون 38 گرمه هنوز جا داره، خود 38 گرمه کافیشه، بالای 38 گرمه زیادشه. پس یعنی اگر که شما دیدی هنوز اون مقدار ماده علشان هنوز جا داره تو خودش حل بکنه، میگیم چی؟ میگیم سیر نشده. مثلا برای نمک که مثال زدم 30 گرمشو، چون انحلال پذیری 38 گرم، 30 گرم میگیم سیر نشده، 31 گرم سیر نشده، 32 گرم سیر نشده، 38 گرم سیر شده، 39 گرم فراسیر شده، مابقیش رو رسوب میکنه، ترنشین میشه. اما تو نمودارها به چه صورتیه؟ من اگر مثلا اینو با آ، اینو با بی، اینو با سی توی نمودار انحلال پذیری دما تو نمودار انحلال پذیری دما اگر بخوام بگم این ماده مثلا این نمودار یک انحلال پذیری ماده ایه، نقطه آ ببخشید بسخواهی میکنم، این نقطه ها چه تعاریفی دارن؟ یه دقیقه نگاه کن. روی نمودار میشه اونی که چی؟ سیر شده، یعنی آ. بالاتر از نمودار رفت یعنی فراسیر شده، یعنی سی. و کمتر از اون نموداره، پایینتر از اون نموداره میشه چی؟ چه سیر نشده، یعنی بی. حواست جمع بشه. پس یه بار دیگه، اگر یه نمودار انحلال پذیری داشتم بر حسب دما، اگر رو خود اون نمودار نقطه گذاشته بود، یعنی تو اون دما انحلال پذیریش که انقدر هستش، تو اون دما سیر شده است. پس من به راحتی اینو میتونم بگم توی این دما اگر حساب بکنم، بیام انحلال پذیریش اینجا حساب بکنم، میبینم چی؟ انقدر ماده، x گرم ماده تو 100 گرم از حلال تونسته حل بشه. پس این x میشه چی؟ میشه انحلال پذیریش. گرفتی چی شد؟ خب نمودار خیلی بچه راحت ها قشن از نمودار بیا بالا، دما رو میتونی مؤلفه دما رو حساب بکنی، میتونی بگی چند گرم از اون ماده حل شده تو 100 گرم. خیلی چیز ساده ایه. خب بریم برای حل چند تا سوال. کتابو بیارید صفحه 106 بچه دقت کنید. ما یه سری از موادی رو داریم بهش میگن چی؟ میگن انحلال پذیریشون چی میشه؟ با دما خیلی 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 رابطه مستقیمی داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر دما رو یه کوچولو تغییر بدی، انحلال پذیری یهو میگه آقا من اینجا هم یه ذره، یعنی یه درجه بره بالاتر، انحلال پذیری خیلی میره بالاتر. اوکی؟ مثل چی؟ مثل چند تا نمودار اینجا بکشیم، همشون مؤلفه هاشون انحلال پذیری دما، انحلال پذیری دما. اگر این شکلی باشه، این کدوم ماده است؟ توی کتابتون هم این نگاه کنید، نمودار انحلال پذیری ها رو برای همه مواد آورده. این میشه KNO3، یعنی پتاسیم نیتراز. به دما خیلی وابسته است.
با یه تغییر کوچیک انرژی‌پذیریش خیلی میره عوض میشه. کاهن اوسه پس خیلی به دما بستگی داره. یه نمودار دیگه داریم این شکلیه. فکر کنم بچه ها توی متوسط یک هم باید بخونن اینو. NaCl نمک خوراکی میگه با دما من زیاد تغییر نمیکنم. دما رو تو 10 درجه است بکن 20 درجه. من زیاد تکون نمیخورم. شیبم خیلی ملایمه. یه سری از مواد دیگه داریم مثل لیتیوم سولفات و گازها. الان بهتون میگم. لیتیوم سولفات و گازها. نمودارشون چیه؟ نزولیه. یعنی چی؟ یعنی با افزایش دما دما رو میبری بالاتر، به جون که بیشتر انتظار داری بیشتر حل بشه، کمتر حل میشه. برای گازها اینجوریه، شما دما رو هی ببر بالاتر، هی ببر بالاتر، دیگه اون گازه دوست نداره تو اون حلاله حل بشه. مثالش میتونیم چی بزنیم؟ مثالش براش مثلا بگیم ماهی دوست داره توی آب خنک زندگی بکنه، توی آب خنک بیشتر بهش خوش میگذره چون اکسیژن بیشتری تو اون آب حل شده توی آب خنک. اما مثلا اگر که آب گرمتر باشه میبینی ماهی غالبا روی سطح آبه و داره هوا و اکسیژن از بیرون میگیره چون اکسیژن تو آب نتونسته خوب حل بشه. مثال دیگه، برو توی سوپرمارکت یه دونه نوشابه که آقای به قول معروف گفتن سوپرمارکتی گذاشته اون بغل که تو یخچال نذاشته، میبینی یه مقدار چیه؟ گرمه. اگه دقت کنی سفته چون اون گازه حل نشده تو نوشابه. وقتی باز می‌کنی در نوشابه رو که می‌خوری میگی چقدر چیه؟ شربت شده، شیرینه، گاز نداره. اما نوشابه خنک رو وقتی می‌خوری می‌بینی اصلا گازش انقدر زیاده که بعضی موقع اشک چشاتم میاد. پس گازها بر اثر افزایش دما انحلال پذیریشون بر اثر افزایش دما انحلال پذیریشون کم میشه. خب بریم سراغ صفحه 106 رو بچه ها بیارید لطفا. نمودارها رو اونجا میتونید به راحتی ملاحظه کنید. بیایید صفحه 107 مثال 25 رو ببینیم. مثال 25 چی گفته؟ گفته با توجه نمودار روبرو که روند تغییرات انحلال‌پذیری سه ماده ABC را با نسبت به دما نشون میده، ABC به ترتیب کدومه؟ بچه آ رو اگر دقت کرده باشید این شکلش خیلی 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 شیبش تنده. پس قطعا آ چی میشه؟ کاهن اوسه میشه. گزینه 3 و 4 حذف میشه. خب چون شیبش خیلی زیاده آ دیگه. سی میگه شیبش خیلی کمتره. حالا با سی و بی رو تقریبا مثل هم کشیده، ولی منظورش اینه که سی خیلی خیلی به دما وابسته نیست. سی کدومه؟ سی کدومه؟ NaCl. گزینه چند؟ گزینه 3. کاسیل رو باید حفظ بشیم؟ نه، بر اساس NaCl و کاهن اوسه من جواب دادم. حالا اون وسط کاسیل هم خودش اومده گفته. مثال 26 رو بچه ها میخواییم حل کنیم. لطفاً حواس اینجا جمع باشه. خوب نکات اینجا رو نوشته باشید که من مثال 26 رو الان میخوام براتون حل بکنم. مثال 26 بچه ها الان شما اگه دقت کرده باشید با چند تا جمله به نظر من میتونی حلش بکنی، یعنی از جمله هاش استفاده کنی و سوال رو حل کنی. گفته چی؟ مثال 26 اگر بر اثر حل شدن 2/100 مول کلسیم برومید. اول اصلا کلسیم برومید چیه؟ مثال 26 کلسیوم برومید CaBr2.
2/100 مول کلسیم برومید در 25 گرم آب. ببین دقت کن ها، 2/100 مول کلسیم برومید در 25 گرم آب در دمای معین. بچه اینو بهتون بگم، معمولا دیگه توی نظام جدید دما رو بالا پایین نمی کنن، یعنی خیالتون راحت بشه. دما معین یک محلول سیر شده به دست میاد. چی رو داره بهت میگه؟ داره بهت میگه که توی 25 گرمه اینقدر میتونه حل بشه. حالا گفته انحلال پذیریش چقدره؟ بچه ها تعریف انحلال پذیری چی بود؟ بیشترین مقدار ماده حل شونده در 100 گرم حلال. چقدر؟ x گرم. بیشتر مقدار ماده حل شونده میشه انحلال پذیریش. در چند گرم؟ 100 گرم حلال. شما توی نسبت تناسب دو تا کسر انگار داری دیگه. یکیشو که به دست میاری با استفاده از x به روی 100. اون یکی چیه؟ چند گرم تونسته حل بشه؟ کلسیم برومید گفته 2/100 مول. من بعد اول از همه اینو تبدیلش کنم به چی؟ به گرم. میشه 2/100 مول ضرب در جرم مولیش بعد بکنی. ضرب در جرم مولیش بعد بکنی. جرم مولی کلسیم برومید چنده؟ کلسیم 40، برومید 80. دو تا 80 تا 160 تا 160 و 40 میشه چی؟ 200. ضرب در 200 میشه 4 گرم Ca Br2. حله؟ خب انحلال پذیری چقدره؟ خوب به من گوش بده، حواس اینجا. 4 گرم تونسته توی 25 گرم آب حل بشه. انحلال پذیری چیه؟ چند گرم توی 100 گرم آب میتونه حل بشه؟ باید اینجا گرم حل شونده باشه، اینجا حلال. گرم حل شونده حلال. اگر انحلال پذیری بخواد ممکنه گاهی اوقات محلول تو بگه. از اینجا اگر اینو پایین بزنم میشه 4، x میشه 16 گرم. یعنی انحلال پذیری 16 گرم. یعنی گزینه 3. تجربی 85 بوده. جالبش اینه که 92 تکرار شد. مثال 27 رو نگاه کن. مثال 27 گفته اگر 28.5 گرم محلول سیر شده، حواست جمع شد، یعنی حلال، بله حل شونده، 28.5 گرم. من اینو با یه رنگی دیگه بنویسم. 28.5 گرم محلول، 28.5 گرم محلول، یعنی حلال با حل شونده جمع کرده شده 28.5. پتاسیم نیترات در دمای معین پس از تبخیر کامل مقدار 3.5 گرم نمک خشک. 3.5 گرم نمک خشک. انحلال پذیری چند؟ انحلال پذیری چی؟ این داده های مسئله تو من دارم می‌نویسم. انحلال پذیری چقدره؟ اگر 28.5 گرم محلوله، 3.5 گرم نمک خشکه، یعنی به عبارتی مقدار آب چقدر بوده توش؟ کم کن. 28.5 منهای 3.5 که نمک خشکته میشه 25 گرم آب. انحلال پذیری رو میخوای حساب کنی باشه. میگی 3.5 گرم اینجا به بعدش مهمه. 3.5 گرم از اون نمکه توی 25 گرم از آب تونست حل بشه. چقدر از اون نمکه توی 100 گرم آب میتونه حل بشه؟ چون انحلال پذیری اینو میگه دیگه. از اینجا 25 با 100 4، 4 ضرب در 3.5 هم میشه چی؟ 14. اینم از مثال 27. اینم تجربی بوده. مثال 28 هم حل کنم، 29 هم حل کنم. بچه این دوتا مثال هم حل میکنم. ما بقیه مثال ها رو میذارم به عهده شما. یه ذره فکر کن، درگیر مثال شو، ببین چیا رو داری، چی رو میخوای، چی رو منهای چی کنی، چی به دست میاد. بچه ها توی انحلال پذیری ها خیلی مباحثمون راحت ها، خیلی سوالش ساده است.
من نمیدونم چرا اصلا بچه‌ها اتفاقا تو این فصل مشکل دارن. مثلا بعضی اوقات توی بچه‌های 12ام توی کنکورشون من میبینم که دانش آموز میگه آقا من فصل 13ام اصلا داغونم. میگم که چی الان اینا چی دارن مگه؟ مثال 28 گفته انحلال پذیری لیتیوم سولفات. لیتیوم سولفات اول اصلا چیه؟ Li2SO4 در دمای معین 40 گرمه. ببین چی داره بهت میگه. انحلال پذیریش 40 گرمه، یعنی شما تو 100 گرم حلال یا آب 40 گرم میتونی از لیتیوم سولفات حل کنی. انحلال پذیریش 40. گفته چند گرم از این محلول سیر شده را در همان دما دارای 4 گرم لیتیوم سولفات است. ببین یعنی چی؟ ببین اگه دقت کردی الان چی گفته؟ گفته که چند گرم از این محلول سیر شده، چند گرم محلول گفته، در همان دما دارای 4 گرم لیتیوم سولفاته. اینو گوش بده به من، چون اینجا صحبت انحلال پذیری نیومده بکنه که چقدر انحلال پذیرید، گفته چقدر محلول، در چند گرم محلول. پس خیلی 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 سریع شاخکم تیز میشه، میگم خب ببین من 40 گرمو توی 100 گرم حلال میتونم حل کنم، یعنی من میتونم بگم محلول من میشه چقدر؟ 140 گرم. یعنی من 40 گرم حل شونده توی 140 گرم محلول. جمله های من نگاه کنم، قبلی ها حلال بود، دوباره 40 گرم حل شونده توی 140 گرم محلول میتونم حل کنم. حالا اینجا گفته چی؟ 4 گرم لیتیوم سولفات توی چقدر محلول؟ بچه توی نسبت تناسب حواست باشه، اگر بالایی مقدار حل شونده، پایینی حلال، اون یکی کسبی هم که داری می‌نویسی تناسب براش، باید اونم حل شونده باشه، پایینیش هم حلال، یا شبیه باشن دیگه. اگر داریم یک گرم حل شونده به روی محلول، اون یکی هم باید گرم حل شونده به روی محلول باشه. از اینجا انحلال پذیریش 40 گرمه، یعنی مقدار محلول ما چقدره؟ 140 گرمه. چرا؟ چون 100 گرم آب 40 گرم حل شونده. حواستا جمع. خب یه نسبت تناسب می‌نویسم، 40 گرم حل شونده توی 140 گرم محلول. حالا 4 گرم تو چقدر محلول میتونه حل بشه؟ به راحتی اگر اینو با این ساده کنی که میشه 10، از اینجا x میشه 14، یعنی گزینه 2. مثال 29 هنی با هم یه بار بخونیم. به 98 گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات در دمای 30 درجه. 98 گرم چیه؟ محلولته، یعنی حلال با حل شونده جمع شده، شده 98 گرم. دمای 30 درجه چند گرم آب اضافه کنیم تا محلول حاصل بتواند 32 گرم کائن اوسته رو تو خودش حل بکنه؟ انحلال پذیری کائن اوسته گفته 40ه. خب ببین چی گفته؟ انحلال پذیری 40ه. یعنی چی؟ یعنی 40 گرم تو 100 گرم حلال. گفته 32 گرم دیگر بتواند حل کند تو چقدر محلول؟ سی و دو گرم حل شونده گفته. سی و دو گرم تو چقدر از آب؟ خودش گفته دیگه، گفته چند گرم آب اضافه کنیم. خب خیلی راحت میتونی بگی من میدونم انحلال پذیریش، من میدونم 40 گرم تو 100 گرم حلال میتونه حل بشه، اما نمیدونم 32 گرم تو چقدر آب. کل سوال همینه، نمیدونم 32 گرم تو چقدر آب حل میشه. خب از اینجا
اگر که اینو ساده بکنیم 4 میشه 8 به 4 میشه 10 و در نهایت x میشه 80 گرم آب. من یه بار دیگه مثال توضیح بدم. داره مثال اینو میگه، میگه انحراف از ریش 40ه، یعنی شما 40 گرم کائن اوسر رو میتونی تو 100 گرم آب حل کنی. میگه چقدر آب لازم داریم که 32 گرم از کائن اوسر رو توش حل کنی؟ یعنی 40 گرمه تو 100 گرم حلال، 32 گرمه تو چقدر حلال؟ بچه های عزیز خواهش میکنم که ما بقیه سوال ها رو حتما 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 حل کنید. ببینید گاهی اوقات میبینید توی سوال مثلا اومده پی پی ام رو قاطی کرده، پی پی ام رو گفته با انحلال پذیری ترکیب بکنه، چیز خاصی نیستش. اگر مثلا توی مثال 35 من یه راهنمایی بکنم، مثال 35 اگه دقت کرده باشید گفته که اگر انحلال پذیری گاز O2 در آب مثلا 39 دهم باشه، غلظتش بر حسب پی پی ام تقریبا چقدره؟ یعنی انحلال پذیریش چی؟ یعنی شما انقدر مقدار از گاز اکسیژن رو توی 100 گرم از آب میتونی حل بکنی. در مجموع چقدر محلول داری؟ مقداره جمع میکنید یه اون مقداره بعد به 100 گرم. اگر خیلی خیلی کوچیک باشه که جمع هم لازم نیست بکنی. پی پی ام چی بود؟ جرم ماده حل شونده روی محلول، یعنی کل ضرب در 10^6. محلول شما ضرب در 10^6 بکنید به راحتی به دست میاد. مثال 36 رو یه توضیحی بدم. گفته انحراف پذیری پتاسیم دیکرومات کادو 32.7 منظورشه در دمای 40 درجه برابر با 25 گرمه. مثال 36 رو دارم میگم. یعنی داره بهت اینو میگه. ببین اینا رو من الان حل میکنم به خاطر اینکه میخوام بذارم یه ذره فکر کنی شما حل کنی اینا رو. میگه انحلال پذیریش 25 گرمه. یعنی شما 25 گرم توی 100 گرم از آب میتونی حل کنی. درصد جرم محلول سیر شده این نمک کدام است؟ درصد جرم چی بود؟ میگفت جرم ماده حل شونده به روی جرم محلول. محلولت هم که میشه 125. یعنی 25 به روی 125 ضرب در 100. واقعا ساده است. گول نخوری ها. اینا خیلی خیلی مباحث راحت و ساده ای. ترکیب ریاضی با شیمی صفحه 111 هم بد نیست بدونید، توی حیطه کتاب درسیتون هست، اما به جرأت میگم که شما توی کنکور شاید بهش بر بخوری. و اما میرسیم به آخرین مبحثی که توی کلن دهم ما راجعش بحث میکنیم، چون مباحث بقیش خوندنیه، یه سری مباحث حفظی داره و اون رو خیلی راحت میتونید توی کتاب شما بخونید و یاد بگیرید. تا اینجا فعلا ما الان میریم سراغ قطبی ناقطبی بودن. گشتاور رو توضیح میدیم، میدان الکتریکی چیه و مولکول ها به چند دسته تقسیم بندی میشن. اینا رو فعلا شما بنویسید تا من الان ادامه رو توضیح بدم. خب توی بحث میدان الکتریکی بچه ها مهمترین قضیهش اینه که شما اگر ببین میخوای خیلی 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 توپ بلد باشی، اولا که فصل 3 این مبحث یعنی کاملا مبحثیه که ترکیب با فصل 3 12مته، یعنی فصل 3 12مو با این فصل 3 10م ترکیب بکنیم قطبی ناقطبی ها رو خیلی خوشگلتر بچه ها میتونن یاد بگیرن. اما در حد همین دهم شما من یه سری توضیحاتی رو میدم که توی کتابم هم آوردم، شما میتونید مطالعه بکنید. اگر گاهی اوقات لازم باشه میتونی استفاده کنی از ساختارهای لوئیس الکترون نقطه‌ای که به راحتی حلش بکنی. ببین بچه ها ما یه سری از مولکول هامون قطبیه، یه سری از مولکول هامون ناقطبیه. ما منظور از قطبی ناقطبی رو نمیدونیم چیه. آقا از کجا باید یاد بگیریم؟ از کجا باید بدونیم؟ بهتره که اینجوری به توضیح بدم. گاهی اوقات یه سری از مولکول هایی میبینم، مثلا مولکول دو اتمی. این مولکول دو اتمیه دوتا اتمش یکسانه. مثل چی؟ مثل Cl2. مثل چی؟ مثل I2. دوتا مولکولش یکسانه، مثل N2.
زمانی که مولکول دو قطبی، زمانی که مولکولی دیدم که دو اتمیه و دو تا اتمش یکسانه، میگم اون از نوع ناقطبیه. آقا ناقطبیه یعنی چی؟ همین جا شما گیر میکنم. اینجوری بهت بگم بهتره. اگر بیام بگم این CL، اینم CL، ببین اگه دقت کرده باشی دوتاشون یکسانن، پس یعنی این پیوندی که بینشون هست، این پیوند بین کلوره، این کلور، اینم کلور، این پیوند بینشونه. هیچ کدوم زورش به اون یکی نمیرسه، یعنی این زورش نمیرسه بیاد بیشتر بکشه این سمتی یا این بکشه این سمتی. این دوتا یکسانن با هم دیگه. زمانی که یکسان باشن متقارن میشن، یعنی شکلشون یه شکل متقارنیه. توی شکل‌های متقارن ما میگیم مولکولمون از نوع ناقطبی است. دو تا اتم زور یکسانی دارن، شبیه هم هستن و هیچ کدوم زورش به اون یکی نمیرسه که اینجوری بکشه سمت خودش. دو تاشون این بچه آدم وایستادن. به اینا میگن چی؟ ناقطبی. اما قطبی‌ها چی هست؟ حواست جمع باشه، توی ناقطبی ها متقارن هستن ها. اما قطبی ها چی هست؟ قطبی مثل کی؟ مثل HCl. شما HCl رو اگر دقت کرده باشی دو اتمی هست، اما یه اتمش هیدروژنه، یه اتمش کلوره، HCl. اگر اینو دقت کرده باشی حواست خوب جمع باشه. الان این پیوندی که اینجا وجود داره یکسان بین اینا تقسیم نشده ها، یعنی هیدروژن یه قدرتی داره، کلوری یه قدرتی داره. حالا اینجا یه بحثی مهمه که من میگم کدوم یکی این پیوند رو اینجوری بیشتر میکشه سمت خودش، اونی که نافلزتره، یا به عبارتی توی نظام قدیم میگفتیم چی؟ اونی که الکترونگاتیو تره. آقا الکترونگاتیوی یعنی چی؟ مثلا بحثش به شما هیچ ارتباطی نداره، اما بهتون میگم چون که توی نظام قدیم بوده، الان هم اگر بلد نباشی چیز خاصی نیست، این عنوان یاد بگیر کدوم نافلزتره. الکترونگاتیوی میزان جذب اون اتم برای الکترون‌های پیوندی. یعنی چی؟ یعنی الان این پیوندی که بین هیدروژن و کلور هستش کدوم زورش بیشتر بکشه سمت خودش، الان بین هیدروژن و کلور کدوم نافلزتره، یا به عبارتی کدوم الکترونگاتیو تره؟ کلور الکترونگاتیو تره، پس ابر الکترونی بیشتر حول کلور میچرخه. پس اینجا من هیدروژن رو کوچیک‌تر میکشم، کلور رو بزرگتر میکشم، یعنی شکلش این شکلی میشه. گرفتی چی شد؟ پس وقتی من میبینم که این بیشتر کشیده سمت خودش، انگار بار منفی تری شده، این کشیده الکترون‌ها رو سمت خودش، میگم دارای جزئی بار منفی میشه، چون سمت خودش کشیده الکترون‌ها. آقا این از کجا اومد؟ جزئی بار منفی میشه دیگه، الکترون کشیده سمت خودش. هیدروژنه چی؟ انگار الکترون‌ها رو از دست داده. من نمیگم از دست داده ها، چون اگر بگم از دست داده الکترون گرفته که میشه یونی، در مورد کوالانسی ها داریم صحبت میکنیم، بگیم مولکولیه، ولی بیشتر میره اون سمتی. اگر بیشتر بره اون سمتی پس هیدروژن میشه دارای جزئی بار مثبت. به این مولکول میگن چی؟ قطبی. پس قطبی ها به شکلشون نگاه کن، این مثلا کلوره، متقارنه، اما توی ناقطبی ها متقارنن، توی قطبی ها نامتقارنن. گرفتی چی شد؟ آقا یه سوال بپرسم تو ذهنت دیگه قطعا. اونایی که مولکول های مثلا چند اتمی باشن چی؟ اونایی که چند اتمی هن، اگر خوب خوب گوش بده، اگر دقت کنی میبینی که اتم مرکزی جفت ناپیوندی اگر داشته باشه،
جفت ناپیوندی داشته باشه میگیم قطبیه، نداشت میگیم ناقطبیه. یعنی چی؟ یعنی اگر اتم مرکزی، این شکلی بگم بهت باز بهتره، اگر اتم مرکزی این پیوندش به یه اتم، یه مدل اتم، این ور به اکبر وصله، این ور به محمد وصله، این میشه قطبی. اما اگر این به اکبر وصله، اینم به اکبر وصله، گرفتی چی شد؟ دوتا اتمت یکسانه. اگر دوتا اتمت یکسان باشه نگاه میکنی به اتم مرکزیت. اگر اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشته باشه ناقطبیه، اگر جفت الکترون پیوندی ناپیوندی داشته باشه قطبیه. آقا یه بار دیگه بگو. باش آقا، این کربنه، اینم اکسیژنه، CO2ه. CO2 شکلش بچه ها بلدن چه شکلیه؟ اینه. دوتاش، یعنی این اتم مرکزیه، دوتاش یکسانه، اکسیژن اکسیژن، حله؟ نگاه میکنم به اتم مرکزی، اتم مرکزی آیا جفت الکترون ناپیوندی داره یا نداره؟ معلومه که نداره. چیه؟ ناقطبیه. کربن دی اکسید چیه؟ ناقطبیه. یکی دیگه NH3، NH3 اینجاست، نیتروژن هیدروژن هیدروژن، اتم مرکزی به اتم های یکسان وصله، ستاش محمدن، ستاش هیدروژنن، اما اتم مرکزی شما جفت الکترون ناپیوندی دارد، چون دارد قطبی. گرفتی چی میگم؟ حواس جمع باشه. اوزون درسته که از یک نوع اتم تشکیل شده، O3، اما ناقطبی نیست، قطبیه، چون شکلش خمیده است. یا به عبارت اینو میتونی بگی اتم مرکزی جفته ناپیوندی دارد. یه چیز دیگه مطرح میشه، اینا معمولا لفظیه ها بچه، سوالاش میگه برایند نمودارشون آقا صفر میشه صفر نمیشه، میدونی منظورش چیه؟ من اگر از اینجای نمودار بخوام برای اینا بکشم، چون بیشتر رفته به این سمت، این ور نمودار بزرگتریه دیگه، گرفتی چی میگم؟ اینو اگر نمودارشو بخوام بکشم چی میشه؟ باز میشه این سمتی. برایند نمودار، اگر برایند نمودار شما، خوب گوش بده، اگر برایند نمودار شما صفر شد مثل این، اینو میتونم حتی این وری هم بکشم ولی کوچیکتر میکشم، برایند نمودار صفر نمیشود، قطبی است. برایند نمودار صفر میشود، اتم یکسانه، صفر میشود، چیه؟ ناقطبی است. آقا هاشتو رو میکشی؟ بله. دقت کن، دو تا اتم یکسانه، اتم مرکزی جفت الکترونه ناپیوندی داره، قطبیه. برایند نمودار اینا هم بچه ها صفر نمیشه، چون اگر یه نمودار این شکلی بکشید، یه نمودار این شکلی بکشید، مجموع نموداره به سمت بالاست برایندش. پس اگر برایند نمودار، چون ببین دقیق نمیخوام اینا رو بهت بگم الان، درگیرش نشید، خیلی گیره این نیست نموداره رو چه شکلی میکشید، درست حسابی بکشید. فصل 3-12 هم چرا؟ فصل 3-12 هم قشن نموداره رو خوشگل بکشید. یعنی مثلا به اینجا میکشی اندازه همون باشه نمودارت، برایندش هم واقعا از نظر فیزیکی محاسبش بکنی. حالا حواس جمع لطفا. یه بحث دیگه داریم، این که میگه آقا در میدان الکتریکی جهتگیری میکند یا نمیکند. اگر این یه میدان الکتریکی باشه، اگر این یه میدان الکتریکی باشه، مولکولای اینجوری بنده این وسط، خب اگر این اتم شما جهتگیری نکرد، یعنی نه رفت به سمت مثبت، نه اومد به سمت منفیه، نه این ور اون ور نشد،
راه خودش رو صاف ادامه داد رفت بالا، جهتگیری نکرد، میشه چی؟ میشه ناقطبی. چون ناقطبیه، من اینجا نگفتم داره جزئی بار مثبت داره جزئی بار منفی، چون ناقطبیه اینجا یکسانن اتماش دیگه، پس جهتگیری نمی کند. کیا ناقطبی ها. اما قطبی ها جهتگیری می کند. چرا جهتگیری می کند؟ بابا جون اتم رو بندازی اینجا مثل H2O نگاه میکنه، H2O نگاه کن الان کدوم یکی از اتم های هیدروژن یا اکسیژن نافلستره؟ اکسیژن نافلستره. اکسیژن از هیدروژن میگه آقا تو بیشتر بیا به سمت من، من داره جزئی بار منفی میشم. هیدروژن داره جزئی بار مثبت میشه. پس توی این میدان الکتریکی من انتظار دارم که اکسیژن بیشتر این سمتی باشه، هیدروژن ها بیشتر اون سمتی باشن. اگر دقت کردوشی مثلا اینجا اینوری اینا هیدروژن هم اینجا اکسیژنه، تو میدان الکتریکی جهتگیری میکنن اتم های قطبی، چون یه ذره جزئی بار مثبت داره یه ذره جزئی بار منفی براش میمونه. یه جمع‌بندی بچه ها بکنم و این بحث رو ببندمش. قطبی ناقطبی رو چجوری مشخص کردیم؟ گفتیم اگر اتم ها یکسان باشن دو اتمی باشه، اتم ها یکسان باشن یک جور باشن، جور هسته بهش میگن، میگیم چی؟ میگیم ناقطبیه، در میدان الکتریکی جهتگیری نمی کند، برایند نمودارها هم صفره. یه چیز دیگه هم میگن، میگن گشتاور دو قطبیشون صفره. گشتاور دو قطبی همون یه جورای معنی الکترونگاتیوی رو میده. اتم شما یا مولکول شما، اینو بهتره بگم، هر چقدر قطبی تر باشه گشتاور دو قطبیش عدد بزرگتریه. نکته رو یادداشت کنم. خب اما اگر اون دو اتمیایی که الان گفتم اتم های یکسان نبودن، میشن چی؟ میشن از نوع قطبی، قطبی ها جهتگیری میکنند، براینده نمودارشون هم صفر نمیشه، گشتاور دو قطبیشون هم صفر نیست، یه عددی، هر چقدر قطبی تر عدد گشتاور دو قطبیه بزرگتر. چه شکلی جزئه بار منفی جزئه بار مثبت تشخیص بدم؟ نگاه کنم کدوم نافلستره. اونی که نافلستره تمایل به جذب الکترونش بیشتره، اون پیونده رو بیشتر میکشه سمت خودش، ابر الکترونیش هم پرتر میشه، گنده تر میشه، شکلش هم بزرگتر میشه. مثل این که دیدید اینجا کلورو بزرگتر کشیدم چون ابر الکترونی دورش بیشتره. اما هیدروژن نافلستر نبود، چون نافلزا در دقت کردن تو جدول تناوبی از چپ به راست نافلزی خاصیتش بیشتر میشه، از بالا به پایین کمتر میشه. این نکاتیه که در مورد قطبی ناقطبی باید بلد باشی. اما بچه‌ها یه دقیقه به من گوش بدید، ما یه جمله‌ای داریم به نام شبیه شبیه را در خود حل می‌کند. اگر شما ماده‌ای قطبی داشتی مثل آب، میتونه یه ماده قطبی دیگه ای مثل HCl رو تو خودش حل بکنه. اما چربی ها که هر چقدر این طول کربنشون بیشتر میشه ناقطبی تر میشن، توی ماده قطبی نمیتونن حل بشن. پس اصلا دلیل این که روغن توی آب حل نمیشه همینه، چون روغن ناقطبیه، آب قطبیه، قطبی در ناقطبی حل نمیشود، قطبی در ناقطبی حل نمیشود، فقط قطبی در قطبی حل می شود، ناقطبی در ناقطبی حل می شود. یه مثال برات بزنم، من می خوام دیوار این کلاس رو رنگ کنم. اگر از رنگ روغن استفاده کنم، آقای نقاش بهم میگه حلال شما تینره، تینر ناقطبیه و اون رنگ روغن به حساب میاد اگر اینجا رو رنگ بکنم. یه مزیتی داره برای من، من اگر بخوام دیوار اینجا رو یه سال دیگه بیام بشورم، حتی میتونم شیلنگ آب بگیرم رو دیوار، هیچ مشکلی پیش نمیاد،
چون رنگه تو اون آبه تو رنگه حل نمیشه یا برعکس اتفاقی نمیافته، سر میخوره رد میشه. اما اگر دیوار رو رنگی بکنم مثلا مثل رنگ های آکرولیک که رنگیه که حلالش آبه، شما نمیتونی همچین کاری بکنی، شما نمیتونی شیلنگ بگیری روی دیوار حل تمیز بکنی دیوارو. چرا؟ چون اتفاقی که میفته اینه که کاملا اون دیواره چی میشه؟ لک میفته، آب تو خودش حل کرده. خیلی بچه ها مهمه، خیلی مبحث مهمی. پس قطبی در قطبی حل میشود، ناقطبی در ناقطبی حل میشود. برهمکنش هایی دارن اینا. ببین اینایی که دارم میگم دقیقا توی کتابمون هست. برهمکنش یعنی چی؟ یعنی اگر شما قطبی رو در قطبی حل کردی میشه دو قطبی دو قطبی، قطبی در قطبی حل میشود، برهمکنششون میشه دو قطبی. کلا اینو بهتون میگم بچه ها، قطبی ها رو برهمکنششو بگیرید دو قطبی، ناقطبی ها رو برهمکنششو بگیرید دو قطبی الغایی، یعنی دو قطبی نیست، الغا داشت میشه. پس اگر دوتا ماده، دوتا مولکول قطبی داشته باشم، میگم برهمکنش دوتا مولکول قطبی چیه؟ دو قطبی دو قطبیه. اما اگر دوتا مولکول ناقطبی داشته باشم چیه؟ دو قطبی الغایی دو قطبی الغایی. آقا اگر یه قطبی و یه ناقطبی که با هم دیگه حل نمیشن، تو هم دیگه نمیتونن حل بشن اگر محلولش رو مد نظرون باشه، اما برهمکنشش میشه چی؟ میشه دو قطبی مال قطبی است، دو قطبی الغایی مال ناقطبی است. این از این. در مورد صفحات آخر کتاب اونم من توضیحاتی بدم، چون من تفکیک یونی رو به شما گفتم، کاملا تفکیک یونی درس دادم، یه مثال فقط میزنم. میگم اگر من بیام بگم NaNO3 تفکیک یونیش چی میشه؟ تفکیک یونی NaNO3 اگر شما توی آب بریزید Na یه بار مثبت میده، NO3 یه بار منفی میده. چون تو آب میریزی اینجا جامده، تو آب میریزی محلول میشه. اگر مثلا Na2SO4 رو که به صورت جامده توی آب بریزم، زیربند Na2، پس یعنی دو تا Na یه بار مثبت میده به صورت محلول، به علاوه یه دونه SO4، چون SO4 یه دونه است، SO4 هم خودش سولفاته، SO4 دوباره منفی یه دونه میده. اینم تفکیک‌های یونیه که باید شما بلد باشید. در مورد پیوند هیدروژنی به این قشنگ دارم جمع‌بندی برات میکنم، فصل 3 دهم آخرش دقیقا همین مطالبه که فقط نیاز به این داره که شما تسهل کنید مفهومش رو. من بهتون میگم پیوند هیدروژنی هاش متصل به فونه، پیوند هیدروژنی هاش متصل به فون، یعنی فلور، اکسیژن، نیتروژن جز پیوندهای خیلی خیلی قوی هم هست که نمودارش توی کتاب هست، لطفا بررسی بکن. مبحثمون کاملا تمومه و فقط شروع کن مثال حل کردن، تمرین تشریحی، تمرین تستی، و اگر جایی هم سوال برخوردی میتونی سوالاتو مطرح بکنی و بپرسی. امیدوارم که کاملا متوجه شده باشید، چندین بار فیلمو عقب جلو بکنید که مفهوم این مبحث براتون جا بیفته. ممنون از همه شما، امیدوارم که هر چی سریعتر شما رو ببینم. مرسی.